هدهد برای شما سخن میگوید. هدهد مجله گویا برای تمامی سنین. سلام و درود بر رهروان اندیشه. در معرفی مشاهیر کانال هدهد امروز به سراغ یک بانوی نویسنده می رویم. زندگی نامه گلی ترقی. گلی ترقی نویسنده، مترجم، فیلمنامه نویس و شاعر معاصر در 17 مهر ماه 1318 در تهران در خانواده مرفه به دنیا آمد. پدرش لطف الله ترقی مدیر مجله ترقی و وکیل دعاوی و از اهالی قلم و اندیشه بود. مجله ترقی تا اوایل دهه 40 منتشر می شد. بیشتر داستانهای پدر او پاورقی بود. گلی تا 14 سالگی در دبیرستان انوشیروان دادگر درس خواند. سپس راهی آمریکا شد و در رشته فلسفه تحصیل کرد. در بازگشت به ایران به مدت 6 سال در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل در رشته شناخت اساطیر و نمادهای آغازین پرداخت. در این دوره با هجیر داریوش، سینماگر و منتقد معروف آن زمان ازدواج کرد. صاحب 2 فرزند شد، اما پس از مدتی از او جدا شد. در سال 1358 برای اقامتی کوتاه به فرانسه رفت و با آغاز جنگ عراق و ایران همراه با فرزندانش در آنجا مقیم شد. اما علاقهش به ایران چندان است که نمیتواند یک سال تمام دور از ایران زندگی کند. این است که هر سال در فصل تابستان به ایران باز میگردد و به دیدار شهر و دیارش میشتابد. او از جوانی عاشق نویسندگی بود و میخواست داستان نویس شود. اولین قصهش میعاد در مجله ادبی دانشگاهی منتشر شد که او در آن تحصیل میکرد. همین قصه در سال 1344 در مجله اندیشه و هنر در تهران چاپ شد. اولین مجموعه داستانهای او من هم چه گوارا هستم در سال 1348 انتشار یافت. خانم ترقی علاوه بر داستان نویسی، فیلم نامه فیلم بیتا ساخته هجیر داریوش را هم نوشته است. از داستان درخت گلابی او هم کارگردان مشهور دیگر داریوش مهرجویی فیلمی ساخته است. بررسی آثار و فضاسازی کتاب‌های گلی ترقی. محمد علی سپانلو در کتاب نویسندگان پیشرو ایران از ترقی به عنوان یکی از بهترین نویسندگان دهه 40 و 50 یاد می‌کند. اما به عقیده بعضی از منتقدین داستان‌های ترقی در دهه‌های حاضر چندان خالی از ایراد هم نیستند. ترقی در دفاع از ایرادهای داستانیش در نقد مدرن می‌گوید: در نوشتن در قید و بند هیچ قانونی نیستم، به شرط آنکه ماهیت و ادبیات متن حفظ شود. این امر مشخص است که این بی‌قید و بندی از یک سو باعث پیشرفت نویسنده می‌شود، نوآوری و خلاقیت، و از یک سو باعث زوال او، سقوط بلند پروازی ها و ماندن در ورطه ندانستن. ترقی در واقع بیش از یک نویسنده واقع‌گراست، زیرا به اصول ذهنی خود پایبند است و حال که این اصول را می نویسد توجهی به جریان روز ادبیات ندارد. این پیشرفت اوست. او توانسته نوعی رئالیسم را که نه جادویی است و نه سورئال و نه کاملا عینی به خوبی در داستانهایش پیاده کند. ترقی در ایجاد هرج و مرج، بی‌نظمی، پاشیدگی، پراکندگی و یا انسجام و ریزنگری استاد است. گاهی چنان قدرتمند فضا را می‌سازد که به وضوح دیده می‌شود و گاهی با استفاده از تشبیه‌های شخصی و عجیب مخاطب را گیج کرده از تصویر دور می‌نماید. او در آثارش فضا را پنهان نمی‌کند و حتی از فضا برای نمایش بهتر زمان در فلش‌بک و فلش فوروردها بهره می‌گیرد. باید به علاقه او در ذکر ساعت و تاریخ اشاره کنم. حیات دبیرستان انوشیروان دادگر، اوت 1988،
کلینیک روانی ویلدوری، هومه پاریس، فرودگاه اورلی، پرواز شماره 766 ایران ایر. همانگونه که دیدیم، نخست این که فضایی کلی به سادگی در چند کلمه در اختیار مخاطب قرار می گیرد، دوم این که با آوردن اسمهای خاص به داستان بودی حقیقی بخشیده می شود. عجب نویسنده است این گلی ترقی. وقتی خاطره های پراکنده را با اتوبوس شمیران شروع کردم، دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و قلم توانای گلی ترقی وادارم کرده هر شب یکی دو داستان از وی بخوانم. اتوبوس شمیران، دوست کوچک و خانه مادر بزرگ، پلیس به دنیای کودکی. من نویسنده‌ای را سراغ ندارم که اینقدر دقیق و زیبا و بی‌پیرایش از دوران کودکی نوشته باشد. غالباً همگان در بزرگسالی دوران کودکی خود را فراموش می‌کنیم، ولی گلی ترقی لحظه لحظه کودکی را چنان توصیف کرده که من بعد از خواندن این داستان‌ها به کنکاش در کودکی خود پرداختم. کودک که بودیم، به قول گلی ترقی، روزهای هفته هر کدام شکل و رنگ و بوی خودشان را داشتند. شنبه بد ترکیب و تلخ و موزیست و شبیه به دختر ترشیده توبا خانوم است. دراز، لاغر، با چشمهای ریز و بدجنس. یک شنبه ساده و خر است و برای خودش الکی آن وسط می چرخد. دوشنبه شکل آقای حشمت الممالک است. متین، موقر، با کت و شلوار خاکستری و عصا. سه‌شنبه خجالتی و آرام است و رنگش سبز روشن یا زرد لیمویی است. چهارشنبه خل است، چاق و چله و بگو بخند است. بوی عدس پلوی خوشمزه حسن آقا را می‌دهد. پنج‌شنبه بهشت است و جمعه دو قسمت دارد. صبح تا ظهرش زنده و پر جنب و جوش، مثل پدر پر از کار و ورزش و پول و سلامتی. روبه غروب سنگین و دلگیر می شود. پر از دلهوره های پراکنده و قصه های بیدلیل و یک جور احساس گناه و درد دل از پرخوری ظهر. چلو کباب تا خرخره و نوشتن مشخ های لعنتی و گوش دادن به دلی دلی غم‌انگیز آوازی که از رادیو پخش می شود و دقیق شماری برای برگشتن مادر از مهمانی و همه جا قهوه‌ای تیره، حتی آسمان، درخت‌ها و هوا. در ادامه توجه شما را به یکی از مصاحبه‌های گلی ترقی که با خبرنگار مرد در کتاب فروشی آینده انجام شده است جلب می کنم. صحبت با این پرسش از این نویسنده صاحب نام آغاز شد که شما در جایی گفته اید که احتمالاً نویسندگی را از پدرم به ارث بردم. تصویر او آنچنان در ذهنم قوی بوده که خواستم شبیه او باشم. در این باره بیشتر توضیح دهید. ترقی هم در پاسخ این پرسش ابتدا گفت بخشی از هنر در خانواده ها ارثی است. خانواده هایی داریم مثل خانواده باخ که همگی موسیقی دانند. پدر من مجله ترقی را داشت و همیشه هم سر و کار من با مجله بود و کتاب. پدرم هم که خودش قصه هایی می نوشت، قصه هایی مخصوص خودش، و گاهی مادرم عصبانی می شد و به من می گفت که حق نداری این قصه ها را بخوانی. من هم که می خواندم آن موقع روزنامه بود، مثلا تهران مصور. بنابراین من مدام در روزنامه و مجله بودم و پدرم را می دیدم که نشسته است و می نویسد. از زمان کودکی استعداد نویسندگی داشتم. انشاهایی که می نوشتم همیشه 20 بود. ریاضیاتم خیلی بد بود. در دو دنیا داستان این را نوشتم که کوچک هستم و به اتاق پدرم می روم و می بینم که پدرم نشسته و می نویسد. سرمقاله های ترقی را که معروف بود همیشه خودش می نوشت. من هم نگاه می کردم و حروفی را می دیدم مثل مورچه. من را می نشان کنار خودش و قلم را در جوهر فرو می برد و شکل کلمات را به من نشان می داد. من می دیدم هرچه که هست در آن دوات جادویی است. و آن دوات برای من شده یک دنیا و به خودم می گفتم
هر چی که من بخوام اونجاست. پدرم که از اتاق رفت بیرون، من نشستم و انگشتم رو کردم در دوات و زدم روی کاغذ، روی پیراهنم و میخواستم قصه بنویسم. با انگشتم آنچه را در مغزم بود به عنوان قصه مینوشتم. یک دفعه صدایی رو شنیدم و مادرم به من نهیب زد که ببین دختر کثیف با خودت چی کار کردی؟ و مادرم یقه مرا از پشت گرفت و مرا برد حمام و پیراهنم را در آورد و این دوش را که باز کرد من دیدم ای وای، این قصه ای را که من نوشته بودم آب برد و برای من این اولین تجربه سانسور بود و هنوز هم فکرم به دنبال آن اولین و احتمالاً بهترین قصه ایست که نوشتم و فکر می کنم هر چی می نویسم برای پیدا کردن آن اولین و بهترین و کاملترین قصه است. گلی ترقی اضافه کرد مادرم خیلی اهل ادبیات بود. همیشه چیزهای خیلی رمانتیک می نوشت. شاعر بود ولی این نوشته ها را جایی قایم می کرد. می گذاشت در کشوی قاشق چنگال ها و من می دانستم کجاست. می رفتم بر می داشتم و می خواندم. خیلی هم متاثر می شدم چون خیلی رمانتیک بود. من خودم هم خیلی به ادبیات علاقه داشتم و پدر و مادرم را که می دیدم دلم می خواست قصه بنویسم. و غیر از قصه نویسی من اصلا خیلی پرحرف بودم. حرف به معنی قصه گو. همیشه دیر می رسیدم سر صبحانه. همیشه جا می ماندم برای اینکه مثلا می خواستم خوابی را که دیده بودم تعریف کنم. پدرم هم مردی بود اهل دیسیپلین عجیب و غریب. اگر ساعت 7 سر صبحانه نبودیم، اگر ساعت 7:30 توی ماشین جلوی در خانه نبودیم، جا می ماندیم. خدا حافظ. گریه و زاری فایده نداشت. خانه ما هم شمیران بود، محمودیه. مدرسه هم دبستان فیروزکوهی بود در چهارراه شیخ‌هادی. یک اتوبوس هم بیشتر نبود. اتوبوس شمیران که اگر من نمیتوانستم با پدر بروم، باید صبر میکردم تا این اتوبوس بیاید و خلاصه من دیر میرسیدم. بدبختی بود. سر صبحانه مادرم مدام میگفت بخور و حرف نزن. الان جا میمونی؟ از یک طرف سرم رو شانه میکرد و من فقط در فکر تعریف کردن خوابم بودم. پدرم هم هیچی نمیگفت، گوش میداد. و بعد یک دفعه بلند می شد و من که می دیدم جا می مانم گریه و زاری راه می انداختم. و بالاخره پدرم بدون توجه به من می رفت و من هم گریه کنان دنبالش می رفتم و به اون نمی رسیدم. خلاصه قصه گویی من ادامه داشت و تا امروز هم ادامه دارد، چون همه چیز برای من قصه است. ترقی ادامه داد همه چیز برای من قصه است. هر چیزی که نگاه می کنم یک قصه است. دنیا، آدم ها، همه شخصیت های یک رمانند. هر جا که راه می روم، خیابان که می روم، همه جایی در ذهنم ضبط می شود. و برای همین است که می گویم من به ایران نیاز دارم. به تهران، برای نوشتن. برای اینکه پاریس که هستم یک فاصله ای هست. اگر چیزی را هم نگاه می کنم یک عکس تار می شود. درونم منعکس نمی شود. فاصله دارم. 34 سال است که من پاریس زندگی می کنم. با پاریس و زندگی پاریس و هر چیزی که آنجا هست فاصله دارم. من در پاریس زندگی می کنم و چیزها را انتخاب می کنم. اما چیزها در درون من نیستند. مثل زبان فرانسه. زبان فرانسه در دل و شکمم نیست. هر چند خوب حرف میزنم. بعد از 30 سال یاد گرفتم. ولی وقتی میخواهم حرف بزنم آدم ها با من فاصله دارند. من خارج از زبان فرانسه هستم. نگاه میکنم و انتخاب میکنم. درست مثل اینکه در یک سوپرمارکتم. بهترین اشیا، بهترین مواد و بهترین چیزها را بر میدارم و میگذارم کنار هم. آنجاهایی را هم که مثلا برایم زیادی است بر نمیدارم. ولی زبان فارسی یک چیز دیگری است برای من. گلی ترقی این داستان نویس پیشکسوت افزود با وجود اینکه من تا 16 سالگی امریکا بودم و بعد هم به فرانسه رفتم، ولی رابطه ای ذاتی دارم با زبان فارسی. با این زبان عجینم. وقتی به زبان فارسی میرسم
زبان فارسی توی من است. از بیرون به آن نگاه نمی کنم. انتخاب نمی کنم. زبان فارسی توی دل و روده هم است. اصلا خود به خود با من یکی است و این رابطه زبانی خیلی مهم است. برای هر آدمی مهم است، حتی اگر نویسنده نباشد. ولی برای من که نویسنده ام، وقتی به ایران می آیم، همان لحظه‌ای که وارد ایران می شوم، مثل اینکه وارد اقیانوسی از کلمات، از زبان شدم که با من الفتی قدیمی دارند. صداهایی که می شنوم، بوهایی که به مشامم می خورد، همه اینها با من یک الفت خیلی خیلی قدیمی دارند. وقتی وارد ایران می شوم، صداهایی که می شنوم، صداهایی است که خیلی بومی است، که متعلق به ایل و تبار و طایفه خودم است. حتی صدای آه، می دانید آهی که ایرانی ها می کشند فرق می کند با آهی که فرنگی ها می کشند. فرنگی دلیل دارد، الکی آه نمی کشد، مگر اینکه یک ناراحتی منطقی داشته باشد. ولی آه ایرانی ها آهی است قدیمی، آه عرفانی است. خدا می داند از کجا می آید. این آه خیلی خیلی عمیقی که می آید، یادآور و متذکر خاطره های ازلی است. اندوهی دیگر پشت آن است. اندوه عرفانی پشت این آه مخصوص فرهنگ ایران است. اما تهران من دیگر وجود ندارد. من بیشتر سوژه هایم را در ایران پیدا کردم. بیشتر قصه هایم در ارتباط با اینجا بوده است. ایران انقدر سورئال است که انگار قصه ریخته است. انقدر اتفاقات عجیب است. شاید شما به آن عادت کرده باشید. از کنارش گذشته باشید. ولی برای من اینطوری نیست. برای من هم خیلی خاطر انگیز است و این خاطر انگیزی در فرنگ برای من وجود ندارد. 30 سال در پاریس بودم. اما از 30 سال آن طرفتر نمی رود. خاطره ندارد. گذشته ندارد. با من یک ارتباطی دارد. خیلی سطحی. به عنوان همان 30 سال. خانه من در محمودیه است. خانه شمیران. درست است. این تهران خیلی عوض شده. اصلا من آن را نمی شناسم. این کوچه ها. این برج های هیولاوار را. تهران جشن قولهای آهنی است. در کوچه ما 5 تا 6 تا جرثقیل است. شبها که می شود مهمانی قولها شروع می شود. مهمانی دراکولاها. آن کوچه قدیمی دیگر نیست. ولی آن گذشته برای من از آن پس و پشتها می زند بیرون. آن تهران دیگر نیست. ولی چیزهای عزیزی هست که من هنوز با آنها خیلی خاطره دارم. هنوز ذره هایی هست که من را وصل می کنند به دنیایی که دنیای قدیم بوده است. ولی به هر جهت غم انگیز هم هست که آن تهران قدیم را پیدا نمی کنم. در خاطرات پراکنده من از همه اینها حرف زدم. دوره ای را که اولین اتوبوس آمده بود و پدرم و خبرنگاران را دعوت کرده بودند برای افتتاح این اتوبوس، و همه سوار شدند و عکس گرفتند و برایشان خیلی عجیب و جالب بود. از گلی ترقی پرسیدند اولین داستان را چه وقت نوشتید و عنوانش چه بود؟ ظاهراً در 1345 بوده است. ترقی در جواب گفت اولین قصه که در ایران چاپ کردم در اندیشه و هنر بود که سردبیرش آقای دکتر وثوقی بود. آقای شمیم بهار هم در این مجله بود و ما با هم حرف می زدیم. به من گفت تو یک قصه بنویس بده من در مجله چاپ کنم. من هم گفتم آخه من قصه بلد نیستم. من اصلا فارسی بلد نیستم. این زبانی را که الان می نویسم واقعا با علاقه یاد گرفتم. آن موقع فارسی نوشتم برای من کار آسانی نبود. من از کلاس نهم رفتم آمریکا. دانشگاه هم را تمام کردم و به ایران برگشتم و بعد هم به پاریس رفتم. ولی خودم حس زبان فارسی دارم. موزیک زبان، ریتم زبان.
خلاصه یادم هست موقعی که او به من گفت قصه بنویس خیلی برایم سخت بود، اما این کار را انجام دادم. وی سپس با رجوع به خاطرات خود یادآور شد: یک روز رفتم دیدن مادر بزرگم که در تختی بزرگ نشسته بود و رادیوی بزرگی هم کنارش بود و داشت به موسیقی خیلی غم‌انگیزی هم گوش می‌کرد. من هم آن موقع جوان بودم و خودم را در مقابل این پیری می‌دیدم که بالاخره در انتظارم بود. با همین حال و هوا آمدم بیرون و آن موقع کافه‌ای بود اول خیابان قوام السلطنه که در آن روزها پاتوق تمام روشنفکرها و هنرمندها بود و من بیشتر هنرمندها را آنجا می‌دیدم، از جمله فروغ فرخزاد خیلی آنجا می‌آمد و من کمی با او آشنا بودم. خانه ابراهیم گلستان با او آشنا شده بودم. وقتی به این کافه رسیدم، فروغ هم آنجا بود و به من اشاره کرد که بروم و کنارش بنشینم. من هم دل توی دلم نبود که بروم با این شاعری که خیلی هم دوستش داشتم چه بگویم. بی اختیار تعریف کردم از مادر بزرگم و خانه‌اش، از داییم و کفتربازیش. گفتم و فضای عجیبی که داشت. یک چیزهایی برایش گفتم و فروغ هم گفت این یک قصه معرکه است. چرا این را نمی نویسی؟ و بعد هم تشویقم کرد به نوشتن و من هم نوشتم. و بعد هم شد قصه‌ای به نام میعاد که در مجله چاپ شد. و وقتی بعد از چاپ این قصه به سینما تک رفتم که فرخ غفاریان درست کرده بود، همه روشنفکران آن زمان به آنجا رفت آمد داشتن. فروخ هم آمده بود. تا مرا دید به من گفت نگفتم که تو نویسنده ای، و این حرف برای همیشه در گوش من ماند. من واقعا فروخ را به عنوان بهترین شاعر ایران می شناسم. عاشق شعرهایش هستم و این تشویق کوچک برای من خیلی مهم بود، چون باعث شد همیشه مرا هل بده جلو. در ادامه از گلی ترقی درباره سهراب سپهری پرسیدند. ترقی در پاسخ توضیح داد جمعه ها در خانه ابراهیم گلستان باز بود و آنهایی که او قبولشان می کرد به آنجا می رفتند و پای من هم به واسطه همسرم حجیر داریوش که در کار سینما بود و فرانسه درس خوانده بود و با گلستان آشنایی داشت به خانه گلستان باز شد. من هم آنجا می رفتم و در آنجا بود که در حقیقت فروغ را دیدم. اولین بار در خانه ابراهیم گلستان خوب یادم است چقدر نگران بودم. خود گلستان بود، فروغ بود، سپهری بود، صادق چوبک، پری صابری و خیلی های دیگر که جز بزرگان ادب آن موقع بودند. سهراب موجود خیلی کوچک و ظریفی بود و خیلی خجالتی و همیشه سرش زیر بود. خنده اش را همیشه قورت می داد. خیلی محجوب بود. عجیب محجوب بود و نازنین. من خیلی از او خوشم می آمد. دیدم اصلا او مثل پرنده هاست و در آن روز هم کلی بحث های مفصل بود. بحث های فلسفی که به نظر من در آن موقع خیلی مهم می آمد. ترقی گفت سپهری مثل شعرهایش بود. حسن بزرگش این بود که مثل اکثر شاعران الکی چیزی نمی گفت. بعد یک جور دیگر زندگی کند و درست شعرش زندگیش بود. همان مدل زندگی می کرد. همان سادگی، همان صداقت، همان ظرافت. کاشان که رفتم واقعا خانه اش مثل شعرهایش بود. خانه کوچکی داشت بی اندازه تمیز. یک گلیم سفید و یک گل شمعدانی هم گوشه دیوار بود. چند تا از نقاشی های فروغ هم به دیوار آویزان بود. از نقاشی های خودش هیچی نداشت. این خانه مثل یک بهشت بود. خانهش این نقاشی هایش بود و این دوستی تا پایان ادامه داشت. تابستان چند سال بعد، تابستان اول انقلاب بود، موقعی که داریوش شایگان شعرهای سهراب را به فرانسه ترجمه می کرد، او را دیدم. بعد از مدتی دوباره سهراب را ملاقات کردم و فهمیدم که تصمیم دارد از ایران برود. به او گفتم من هم می خواهم به پاریس بروم،
تو هم بیا آنجا. داریوش شایگان هم قرار بود به پاریس بیاید و قرار شد سهراب هم یک ماه بعد بیاید. موقع خداحافظی دم در ناگهان سهراب نشست داخل جوی آب و های های گریه کرد. انگار می دانست و به او الهام شده بود که بیمار است و متاسفانه ما دیگر او را ندیدیم. درباره سرگشتگی و سرگردانی و عنصر سفر در قصه های گلی ترقی از وی سوال شد. این داستان نویس هم در پاسخ گفت همه زندگی من در سفر گذشته است. چه وقتی در کوچکی پدرم من را فرستاد امریکا و چه بعدها که رفتم فرانسه و زندگی من شد رفت و آمد بین آنجا و اینجا. حتی در زمان جنگ هم وقتی بچه هایم هنوز کوچک بودند می آمدم. همه زندگی من معلق است در سفر. وقتی امروز به زندگیم نگاه می کنم با خودم فکر می کنم باید همین روزها برگردم. اما می بینم دلم نمی خواهد برگردم. اینجا هم نمی توانم بمانم. اصلا شهر من کجاست؟ یک تکه هایی از اینجا را دوست دارم. اما خیلی چیزهایش هم واقعا نمی توانم تحمل کنم. گذشته از ترافیک و آلودگی هوا، این تهران دیگر تهران من نیست. تهرانی است که شباهت دوری با تهران من دارد و این آزارم می دهد. وقتی اینجا هستم، در حالی که پوست و گوشت و استخوانم از اینجا گرفته شده و ساخته شده، ولی باز هم غالبا من در اینجا غریبم. یک بار به من گفتن تو 30 سال است پاریسی، ولی اصلا معلوم نیست این پاریسی بودن قشر نازکی است بر ایرانی بودن تو. شما میگویید قصه های من راجع به سرگردانی است. خب این سرگردانی است دیگر. خانه من واقعا کجاست؟ صحبتم را با بخشی از کتاب خاطرات پراکنده به پایان میبرم. پدر بعضی شبها که سر حال است من و برادرم را صدا میزند، میخندد، دستش را روی سرم میگذارد و از این دست محکم مطمئن نیروی مرموز وارد بدنم میشود و ته روحم رسوب میکند. نیروی قدیمی رسیده دست به دست از اجداد کهنسال، مثل امانتی مقدس، توشه راه برای روز مبادا، برای لحظه های تردید و یأس، برای ایام تاریک، برای بعد. میپرسد کلاس چندی؟ میگویم 7 و دروغ میگویم 1 کلاس بالاترم. میپرسد بزرگ که شدی میخواهی چه کاره بشی؟ و این سؤال را تا به حال 100 بار کرده است. میگویم نویسنده. میپرسد نویسنده با شعور یا شاعر قرتی؟ میگویم نویسنده پولدار تا دست از سرم بردارد. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. ممنون از شما عزیزان که در کانال هدهد با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می سپارم. هدهد برای شما سخن میگوید. هدهد مجله گویا برای تمامی سنین.